جلسه رو شروع میکنیم. به نام خدای رنگین کمانی کیان پیرفلک، به نام باران و سیمای اهورایی حمیدرضا روحی، به نام تشنگی و تحقیر و قل و زنجیر خدا نور لجه‌ای، به نام نحیفی نیکای شکنجه شده، به نام رهبران انقلابی که مرزهای سنی را شکستند، به نام تو که اسم رمز ماست شب مهسا طلوع صد نداست. در ابتدا درگذشت و شهادت بالغ بر 400 نفر از هموطنانمون و همچنین پسرعمه خانم مباشری فرد همکار عزیز و ارزشمندمون رو در اعتراضات اخیر تسلیت میگم و با اطمینان و امید از نمو چند برابری بذر کاشته شده پیکر این همتباران پرشور و خشمگین و شجاع در خاک حاصل خیز ایران، سرنگونی رژیم کودکش جمهوری اسلامی رو به انتظار و تحقق می نشینیم. عرض درود و ادب و احترام خدمت همه دوستان، همکاران، فعالین حقوق بشر و همراهان و حاضرین در جلسه و همینطور هموطنانی که ما را از طریق کانال یوتیوب، زوم و اپلیکیشن کانون به صورت زنده دنبال می کنند یا در آینده خواهند کرد و دارم. امروز یک شنبه 20 نوامبر 2022 برابر با 29 آبان 1401 ساعت 12 به وقت اروپای مرکزی از سری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی منطقه شمال آلمان در انتخابش، در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که امروز داریم به این شکل است که در ابتدا گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آبان ماه 1401 در ایران رو توسط خانم فهیمه تیموری داریم. سپس بررسی کنوانسیون بین‌المللی منع مجازات کشتار دست جمعی یا قتل عام و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران هست که توسط خانم غزاله ابتهی اجرا میشه. بعد از اون سخنرانی آقای مصطفی گودرزی مجد با عنوان زنان و انقلاب اخیر، سپس سخنرانی خانم زهرا یزدی هاشمی رو داریم که به بررسی مواضع سلبریتی ها در اعتراضات اخیر میپردازن. آخرین سخنرانمون هم آقای تورج تفکری اردبیلی هستن که در مورد ساختار اطلاعاتی و بازداشتگاه های مخفی در ایران صحبت میکنن. در پایان هر بخش نیز تبادل نظر و پرسش و پاسخ داریم. در انتها بحث آزاد با موضوع آبان 98 داریم که از دوستان میخوام در بحث آزاد شرکت کنن. در حال حاضر از خانم فهیمه تیموری میخوام که گزارش و تحلیل خودشون رو ایراد بفرمایند. بفرمایید خانم تیموری. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. ابتدا تسلیت عرض میکنم شهادت عزیزانمون رو در ایران. با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آبان ماه 1401 در ایران در خدمت شما هستم. تکرار کشتار کودکان به دست جمهوری اسلامی، قتل کیان 9 ساله و ربودن پیکر سپهر 14 ساله در ایذه، برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان در ایذه، چهارشنبه 25 آبان به کشته شدن دست کم دو کودک منجر شد، کیان پیرفلک 9 ساله و سپهر مقصودی 14 ساله. در طول دو ماه خیزش انقلابی مردم ایران، نیروهای امنیتی حدود 50 کودک را به قتل رساندند. سپهر مقصودی نوجوانی بود که در حمله مسلحانه ماموران امنیتی به معترضان در ایذه کشته شد. هشدار فعالان حوزه کودک و نوجوان درباره چگونگی برخورد جمهوری اسلامی با معترضان. جمعی از فعالان کتاب، ادبیات و هنر کودک و نوجوان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به چشم‌پوشی مجریان قانون، بی‌توجهی به حقوق شهروندی و ناامن کردن فضا و محیط‌های آموزشی توسط عوامل جمهوری اسلامی در ایران هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه که گفته می‌شود بیش از 600 فعال حوزه کودکان و نوجوانان هستند، با استناد به مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک به عملکرد جمهوری اسلامی شدیداً اعتراض کردند. این بیانیه همچنین به هجوم نیروهای امنیتی به مدارس و غفلت یا سهل‌انگاری مدیران برخی از مدارس نیز اشاره کرده و تصریح کرده از ایجاد رعب و وحشت در مدارس و عکسبرداری از دانش آموزان و بازداشت آنها برخلاف قانون مدنی است. این گزارش نقض می‌کند قانون اساسی را در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 32 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، اصل 38 منع شکنجه، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا. محرومیت همه دانشجویان جدید کارشناسی ارشد رشته تئاتر دانشگاه هنر تهران طی اعتراضات جاری در ایران،
134 دانشگاه شاهد اعتراضات دانشجویی بوده که بر اساس آن دست کم 397 دانشجو توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در این گزارش که یک شنبه 15 آبان منتشر شده، آمده است دانشجویان مقطع ارشد در گرایش تئاتر دانشگاه هنر تهران با مراجعه به سامانه گلستان متوجه مشروط اعلام شدن نیم سال اول تحصیلی 1401 و محرومیت شرکت در امتحانات شدند. این در حالی است که طی اعتراضات سراسری اخیر اغلب دانشگاه‌های ایران شاهد تجمعات گسترده اعتراضی توسط دانشجویان بوده است. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی گزارشی از کشته شدن 318 معترض از 26 شهریور تا 14 آبان خبر داده است. این گزارش ناقض مواد 5 شکنجه ممنوع، 6 ارزش انسانی در همه جا، 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، 19 حق آزادی بیان از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. محمد غلامزاده به 5 سال حبس محکوم شد. محمد غلامزاده دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. وی بیشتر در تاریخ 2 مهر ماه در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان تهران منتقل شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد غلامزاده توسط دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس محکوم شد. علی شریفزاده وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر عنوان کرد که حکم مزبور توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات دانشجویی صادر شده است. این خبر ناقض مواد 3 حق حیات برای همه، 5 شکنجه ممنوع، 6-8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، 19 حق آزادی بیان از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ابهامات دیدار مولانا عبدالحمید با نماینده خامنه‌ای. در حالی که خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی وابسته به نظام ایران تلاش کردند تا خبر دیدار علی اکبری نماینده علی خامنه‌ای با مولانا عبدالحمید را دیداری رسمی میان امام جمعه اهل سنت زاهدان با نماینده علی خامنه‌ای جلوه دهند، اما نوع این دیدار پرسش‌های جدی در ماهیت این دیدار ایجاد کرده است. عدم حضور مولانا عبدالحمید در فیلم منتشر شده توسط ایرنا از این دیدار و عدم میزبانی مستقیم مولوی عبدالحمید از نماینده خامنه‌ای از مهمترین نکاتی است که در این دیدار خودنمایی می‌کند. گفتنی است این دیدار که به صورت غیر رسمی و در منزل یکی از معتمدین شهر زاهدان برگزار شده است، مولانا عبدالحمید بار دیگر با محکوم کردن حادثه خونین زاهدان و خاش این جنایت را نتیجه تبعیض‌های موجود در جامعه اهل سنت دانسته است. مولانا عبدالحمید همچنین از اینکه حوادث زاهدان و خاش توسط مقامات نظام محکوم نشد انتقاد کرده است. این گزارش ناقض مواد 6 ارزش انسانی در همه جا، 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، 19 حق آزادی بیان، 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. تقاضای نرگس محمدی از جاوید رحمان برای ممانعت از اعدام معترضین. نرگس محمدی فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین با ارسال نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل، از او خواست همه قدرت و ظرفیت خود را برای توقف بازداشت، شکنجه و صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان بهره بگیرد. این فعال حقوق بشر اعترافات معترضان در دادگاه‌ها را مبنایی برای صدور احکام اعدام و برخی احکام سنگین توصیف کرده و نوشته است که صدور این احکام تنها با هدف ایجاد رعب و وحشت و سرکوب خیزش مردمی صورت می‌گیرد. همچنین نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از جاوید رحمان خواسته است که با توجه به شرایط تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر، توجه بیشتری برای ایجاد و امکان فعالیت نهادهای حقوق بشری و مدافعان این عرصه در ایران داشته باشد تا راه آزادی برای مردم
هموار شود. این گزارش ناقض مواد 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، 10 حق محاکمه قانونی برای همه، 19 حق آزادی بیان از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. امام جمعه اهل سنت پشامک که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می کند به دلیل عدم موافقت آزادی مشروط خود توسط مقامات قضایی خبر از اعتصاب قضا داد. چهارشنبه 25 آبان ماه 1401 مولانا فضل الرحمن کوهی اعتصاب قضا کرد. مولانا کوهی در تاریخ 7 آذر ماه سال 1398 در اعتراض به کشتار معترضان در آبان ماه این سال با احضار به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد احضار و بازداشت شد. وی پس از حدود 1 سال بلا تکلیفی در زندان وکیل‌آباد مشهد به 6 سال و 4 ماه حبس محکوم شد. این خبر ناقض مواد 2 عدم تبعیض، 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، 5 شکنجه ممنوع، 6 ارزش انسانی در همه جا از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. حمایت انجمن جهانی روزنامه‌نگاران و عکاسان ورزشی از خبرنگاران و عکاسان بازداشت شده در ایران. انجمن جهانی روزنامه‌نگاران و عکاسان ورزشی با انتشار گزارشی از خبرنگاران و عکاسان بازداشتی حمایت کرد و خواهان آزادی و حمایت از نیلوفر حامدی، سعیده فتحی، احسان پیربرناش و آریا جعفری شد که بعد از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان از سوی حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شدند و حالا برای دومین بار انجمن جهانی روزنامه‌نگاران و عکاسان ورزشی با انتشار گزارشی خواهان روشن شدن وضعیت روزنامه نگاران ورزشی شد و از آنها حمایت کرد. این گزارش نقض می کند اعلامیه جهانی حقوق بشر را در مواد 5 شکنجه ممنوع، 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، 19 حق آزادی بیان. تداوم سرکوب و احضار معلمان و فعالان صنفی متحسن به هیئت تخلفات. بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در اقدامی غیرقانونی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سقز 8 تن از معلمان به دلیل شرکت در اعتصابات و تحصن‌ها به هیئت تخلفات معرفی شدند و بیش از 50 نفر نیز تاکنون کسر حقوق شدند. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از تهدید پرونده‌سازی برای شرکت در تحصن و احضار معلمان در جریان خیزش زن زندگی آزادی خبر داده بود. از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، حاکمیت در جهت سرکوب معلمان و فعالان صنفی موجی از احضار معلمان به نهادهای امنیتی، دادسراها و هیئت‌های تخلفات را به راه انداخته است. این گزارش نقض می‌کند قانون اساسی را در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات، اصل 32 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا، حتی که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. کمیته سوم سازمان ملل با صدور قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 25 آبان با صدور قطعنامه اقدامات حکومت ایران در نقض بشر را محکوم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه که با 80 رأی موافق در برابر 28 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسیده، نسبت به آمار بالای صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است. دستگاه قضایی ایران تنها در ارتباط با اعتراضات کنونی در کشور 5 نفر را به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است. این احکام در شرایطی صادر شده که چند کشور و سازمان بین‌المللی از جمله کانادا، آلمان و سازمان ملل در روزهای اخیر از حکومت ایران خواستند که از صدور حکم اعدام برای معترضان خودداری کنند. با این حال سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تأکید کرده احکامی که علیه بازداشت شدگان صادر خواهد شد باید باعث عبرتگیری و بازدارندگی و پشیمان کننده باشد. این گزارش ناقض مواد 6 ارزش انسانی در همه جا، 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، 19 حق آزادی بیان،
20 حق آزادی تجمع و تظاهرات از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. این بود خلاصه از گزارش نقض حقوق بشر در ایران در آبان ماه 1401. با تشکر. تشکر میکنم از شما خانم فهیمه تیموری. دوستان توجه داشته باشین که ما چون فقط 15 دقیقه وقت میدیم به برای اعلام گزارش، ممکن یه سری مطالب عنوان نشه. اگر دوستان مطلب خاصی مد نظرشون هست که میخوان حتما عنوان بشه بفرمایند، و اگر که بحثی و تبادل نظری دارن لطفا دستشون رو بالا کنن. خب مثل اینکه دوستان صحبتی ندارن، میریم سراغ آقای خانم غزاله ابتهی، بررسی کنوانسیون بین المللی منع مجازات کشتار دست جمعی یا قتل عام و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران. بفرمایید خانم ابتهی. خانم ابتهی دستتون رو بالا کنید لطفا. خانم ابتهی سلام و درود خدمت همراهان و همکاران گرامی. صدای منو دارین؟ بله بفرمایید. بنده امروز سخنرانی خانم نرگس مباشری‌فر همکار عزیزمون رو اجرا میکنم در مورد کنوانسیون منع مجازات کشتار دست جمعی، قتل عام و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی است. کشوری که ادعای مسلمانی می کند و ادعای رعایت کردن حقوق بشر را دارد. قبل از اینکه بخواهم سخنرانی خودم را آغاز کنم، به این نکته توجه کنید. ایران به عنوان کسی که در سازمان ملل متحد یک کرسی دارد، نه این کنوانسیون را امضا کرده و نه اصلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی بر مبنای منع کشتار دست جمعی وجود دارد. چه خواسته به این که اصلا بخواهد مجازاتی را برای این کشتار تعیین کند؟ در 179مین گرد همایی در تاریخ 9 دسامبر 1948 دولت‌های طرف کنوانسیون دور هم جمع شدند و با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ 11 دسامبر 1946 و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنا بر قوانین بین المللی جرم محسوب می شود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد است و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است. همچنین با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است و با اطمینان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز، بدین وسیله به اتفاق این مفاد ارائه گردید. ماده اول، دولت‌های عضو تأیید می‌کنند قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود و همچنین آنها تعهد می‌کنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین آن را مجازات نمایند. ماده دوم، در کنوانسیون حاضر تعریف قتل عام بدین معنی می‌باشد: کشتار دست جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد اطلاق می شود. الف، کشتن اعضای یک گروه. ب، صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه وارد کردن. ج، قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه به طور کلی یا جزئی می گردد. د، اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از تولید و تناسل یک گروه. انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر. ماده سوم، اعمال زیر قابل مجازات می باشد: الف، قتل عام. ب، توطئه برای قتل عام. جیم، تحریک مستقیم و علنی در انجام قتل ها. دال، کوشش برای انجام قتل عام. ه، شرکت در امر قتل عام. ماده چهارم،
افرادی که مرتکب قتل عام می شوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. ماده پنجم، دولت‌های عضو ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد می‌کنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها به ویژه تعهد می‌کنند که مجازات‌های مؤثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند. ماده ششم، افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است می باشند در دادگاه صلاحیت دار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا به وسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضایی آن مورد قبول دولت‌های عضو باشد مجازات می شوند. ماده هفتم، عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است از لحاظ استرداد مجرمین جرم سیاسی محسوب نمی شود. دولت‌های عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند. ماده هشتم، هر یک از دولت‌های عضو می توانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند. ماده نهم، اگر اختلافی بین دولت‌های عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون به وجود آید و یا مسئله مربوط به مسئولیت دولتی که در این جنایت شرکت داشته و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می شود. ماده دهم، متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر دارای اعتبار یکسان می باشد و در تاریخ 9 دسامبر 1948 لازم الاجرا خواهند بود. ماده 11، کنوانسیون حاضر تا تاریخ 31 دسامبر 1949 برای امضای اعضای سازمان ملل و نیز دولت‌های غیر عضوی که به وسیله دبیر کل دعوتنامه‌ای برای امضا دریافت کرده‌اند مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر وقتی به مرحله اجرای قانونی برسد، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. الحاق از طرف اعضای سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است، بعد از اول ژانویه 1950 پذیرفته می شود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. من عذر می خوام بابت صدایی که از پشت هست. ماده 12، هر دولت عضوی می تواند در هر زمینه به وسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولت‌های عضوی که مسئولیت دارند صورت خواهد گرفت. ماده 13، در هنگام سپرده شدن اولین 20 سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل ابلاغیه شفاهی تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آن را به اعضای سازمان ملل و دولت‌های غیر عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد. کنوانسیون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن 20 سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا می کند. هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد 90 روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود لازم الاجرا خواهد بود. ماده 14، کنوانسیون حاضر به مدت 10 سال، یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر 5 سال به 5 سال، در صورتی که حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت کنوانسیون توسط دولت‌های عضو فسخ نشود، خود به خود تمدید می‌گردد. اعلان فسخ از طرف دولت عضو به وسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت. ماده 15، اگر در نتیجه اعلان فسخ تعداد دولت‌های عضو متعاهد
به کنوانسیون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ماده 16 هم، درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر به وسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل به عمل می‌آورد در هر زمان میسر می‌باشد. ماده 17 هم، دبیر کل سازمان ملل مراتب زیر را جهت اطلاع همه اعضای سازمان ملل و دولت‌های غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد. الف، امضاها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنا بر ماده 11. ب، تذکرات دریافتی بر طبق ماده 12. جیم، زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده 13. دال، انصراف های دریافتی بنابر ماده 14. ه، فسخ کنوانسیون بنابر ماده 15. واب، تذکرات دریافتی بنابر ماده 16. ماده 18 هم، رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضای سازمان ملل و دولت‌های غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11 ارسال خواهد شد و در نهایت ماده 19 هم. کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. در ابتدای سخن به حضورتان اعلام کردم که در هیچ کجای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی مبنی بر کشتار دست جمعی و مجازات این جرم وجود خارجی ندارد. پس با وجود نبود یک قانون در کشور نباید توقعی داشت که این همه نسل کشی در این دو ماهه اخیر اتفاق بیفتد و دولت مردان جمهوری اسلامی سکوت کنند. چرا که در جامعه ای که قانونی تصویب نشده باشد، یعنی شما آزاد هستی و هر شخص حقیقی را حتی به جرم بیگناهی و قتل برسانی و هیچ کس جلودار شما نیست. در اینجا شما را به این نکته جلب می کنم که این قانون در مورد افراد عادی جامعه صدق نمی کند و اگر شخصی به صورت عمد یا غیر عمد مرتکب قتل شود و یا حتی اگر بر مبنای اعتراف اجباری زیر بار شکنجه های غیر قابل تحمل رژیم مجبور به اعتراف گردد، وی در دادگاه های غیر عادلانه حکومتی مجرم شناخته شده و به اعدام با طناب دار محکوم می شود. اما آیا این در مورد خود نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی هم صدق می‌کند؟ خیر. در قوانین جمهوری اسلامی ایران تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز آزاد است، اما به واقع می‌بینیم که در مدت 40 و چند ساله حکومت استبدادی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران چنین نیست. در آبان 98 و با توجه به سانسورهای بسیاری که انجام شده، تخمین زده شده بیش از 1500 نفر از جوانان ملت ایران به خاک و خون کشیده شدند. آیا این یک نسل‌کشی و کشتار دست جمعی نیست؟ بله هست. اما کجای صدای دادخواهی این مردم مظلوم که در جای جای این سرزمین سوگوار عزیزشان هستند رسیده شد؟ جا دارد در اینجا به این نکته هم توجه داشته باشیم آمار 98 فقط مربوط به کشته هایی است که به صورت علنی و با ضرب گلوله جنگی کشته شدند و از تعداد کسانی که در پس زندان های ایران زیر بار شکنجه و اعتراف اجباری و یا حکم های اعدامی که بعداً صادر شده، مثل آقای نوید افگاری و حتی زندانیانی که در زندان به دست همبندیان خودشان، آن هم به دستور خود دولت مردان جانشان را از دست دادن، آمار دقیقی وجود ندارد. حال آبان 98 گذشت و مهر ماه 1401 و با کشته شدن یک دختر کرد به نام مهسا امینی که فقط به خاطر حجاب با ضربات باتون همین نیروهای سرکوبگر به قتل رسید، اعتراض دیگری شکل گرفت که دیگر نمی شود گفت اعتراض، بلکه باید گفت انقلاب. آماری که می توان از نسل‌کشی جمهوری اسلامی ایران در این دو ماهه اخیر اتفاق افتاده است، می شود گفت غیر قابل باور است. آنها از زن بارداری که طفلی در شکم دارد نمی گذرند. کودک 2 ساله‌ای که در آغوش مادرش هست را می کشند. اتومبیلی که در حال حرکت است را به رگبار می بندند و کودکی که همراه پدرش در آن ماشین هست را به قتل می رساند.
می شود گفت بیش از 54 کودک تا به امروز جانشان را از دست دادند. باز هم این نکته را تاکید می کنم، کودکانی که دارای شناسنامه و هویت هستند و کودکانی که در این کشور به دنیا آمدند، پدر و مادر ایرانی دارند و فاقد شناسنامه هستند، جزو آمار کشته شدگان نیستند. آیا این نسل کشی نیست؟ کودکی که روزی بزرگ شود و نسل دیگری را به وجود می آورد تا جامعه ای را تشکیل بدهد. اما اینجا فقط کودکان ما نیستند که در صف اول کشته شدگان هستند، بلکه جوانان و افراد مسنتر هم بین آنها وجود دارند که این نشانه نسل کشی و کشتار دست جمعی است. وقتی در زاهدان در یک روز بیش از 88 نفر را به رگبار گلوله می بندند، وقتی در شهرهای مختلف ایران هر روز شنیده می شود که اشخاص با ضرب گلوله و باتوم و شکنجه و هزاران روش دیگر به قتل می رسند و بعد سناریوهای عجیب و غریب مثل خودکشی و بیماری به مردم تحویل می دهند، وقتی به جرم اعتراض کردن به اشخاص اتهام محاربه و فساد فلعرض تفهیم می کنند و بدون دادگاه حکم اعدام صادر می کنند، اینها جزو کشتار دست جمعی نیستند؟ بله هستند. ولیکن تا زمانی که دولت مردان جمهوری اسلامی بر این مردم رنج کشیده فرمان روایی می کنند، این روند ادامه خواهد داشت و تنها کاری که ما فعالین حقوق بشر می توانیم انجام دهیم این است که تا توان داریم باید برای آزادی و رهایی مردم این مرز و بوم تلاش کرده و با آگاهی رسانی و افشاگری جنایات آنها دست از تلاش بر نکشیم و به دنیا با اسناد و مدارک ثابت کنیم که هیچ قانونی در ایران برای جلوگیری و مجازات کشتار دست جمعی و قتل عام وجود ندارد و این است که دولت مردان جمهوری اسلامی اینقدر راحت و بدون ترس مردم مظلوم ایران را به قتل رسانده و نسل ایران و ایرانی را از بین می‌برند. با تشکر، سخنرانی من تموم شد. مایک را رها می‌کنم، اگر سوالی بود هستم. تشکر میکنم از شما خانم غزل ابتهی، ممنون بابت اجرای دقیق کنوانسیون بین المللی. دوستان همونجور که میبینیم دولت جمهوری اسلامی پیشبینی این روزها رو میکرد که با قتل عام مردم مواجه خواهد. قطعا جرم انگاری در مورد این قتل عام ها و کشتارهای دست جمعی که میخواسته انجام بده نکرده و متاسفانه با این حال که توی مجامع بین المللی قتل عام و کشتار دست جمعی جرم انگاری شده، ولی ما انعکاس جهانی جدی در این مورد نمیبینیم. از دوستان میخوام اگر اظهار نظری دارن، مطلبی دارن بفرمایید. بفرمایید آقای تفکر، آقای شفایی. سلام دوستان، خسته نباشید. از کنم که در رابطه با این که دوستمون فرمودن که در قانون اساسی ما چیزی قید نشده، اما در قانون اساسی ما در رابطه با این که چند بند و چند تا اصل هستش که یه سری قواعده که اگر روش کار بشه در واقع میرسیم به همین مطلب. یکی این که ما اصل 34، 35، 36 که عملا دادخواهی، حق دادخواهی و وکیل داشتن هست و همینطور در واقع باید بر اساس دادگاه حکم داده بشه، ولی متاسفانه شکل این کارا رو در جمهوری اسلامی انجام ندادن، داده نشده. در دهه 60 چندین بار از این اتفاق افتاده، یعنی عملا اگر این مواد هم اعلام میشد در واقع میشد مقایسه رو کامل تر کرد. یا اگر نگاه کنیم در اصل 6 و اصل مثلا اصل 3، بند 6، بند 9 و بند 14 هم در واقع نگاه کرده به اینکه مردم حق دارن اعتراض کنن، مردم باید در آرامش باشن، در یک شرایط خاصی قرار گرفته بشه که بتونن در واقع به حقشون برسن. اما در رابطه با خود این کنوانسیون فقط قتل عام فیزیکی نیست، حتی اگر که احتمالاً بخوان در رابطه با از بین بردن یک زبان هم این کارو بکنن، در واقع کشتار جمعی خواهد بود. حتی اگر بخوان یک نسلی رو تغییر بدن،
باز کشتار جمعی خواهد بود. یعنی بیان بگن اصلا این نسل حق بچه دار شدن نداره، این باز کشتار جمعی است. اینه که اینا دقتایی که در رابطه با این قضیه انجام شده و عملا میدونیم که بعد از جنگ جهانی به دلیل اینکه به اصطلاح چند تا دولت فاشیست یا حالا دیکتاتوری یا شکل‌های مختلف وجود داشتن و یه جنگی تموم شده بود برای اینکه بخوان کاری انجام بشه، این یکی از مواردی بودی که جلو رفته. و در رابطه با همین کنوانسیون منع کشتار جمعی سال فکر کنم 7-8 سال پیش یک شکایتی از سوئد و کسانی که خونخواه بودن، حق طلب بودن، شکایت کردند در دادگاه در هلند، در لاهه، در دادگاه تشکیل شد حتی به صورت سمبولیک و جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. و یکی از اتفاقا باز دوباره میبینید که همین آقای حمید نوری که جز اون یکی از عوامل اونا بوده عملا محکوم به حبس ابد شده. یعنی این جز کنوانسیون های خیلی با ارزشه و مهم اینه که خود ما یاد بگیریم توقعمون از کشور خارج نباشه، ما خودمون باید بدونیم و خودمون در واقع این حقمونه که بدونیم که چه باید بکنیم و روی این کنوانسیون بیش از اینها باید کار بشه و نکات ظریفی رو توش ما میتونیم در جامعهمون پیدا کنیم. شما الان سیستان بلوچستان برید در واقع جزء کشتار جمعیه، در کردستان جزء نکشتن آدم ها شرایط ایزایی دارن، یعنی وقتی یه بچه شناسنامه نداره در یک ایالتی یعنی عملاً دارن نسل از بین میبرن. اینا نکات ظریفیه که ما بچه‌هایی که کسایی که دارن کار حقوق بشر میکنن روش دقت کنن. من از شما خواهش میکنم حتما روی این کنوانسیون بیش از اینها کار بکنید، حتی اگه لازم باشه برای ماه آیندهتون هم روی همین کنوانسیون کار کنید یا دو ماه آینده، چون خیلی با ارزشه بعد روش فکر کنیم و بر اساس فکرمون حرکت ایجاد کنیم. چون اکثر لغات ایران همین حادثه هست، باور کنید همین از بین بردن دریاچه ارومیه عملا نسل گوشیه، اسمش معجزه نیست ولی نسل گوشیه. چرا؟ یک سری امکانات از بین میبره و یه سری مسائل مضره دیگه مثل گرد و خاک نمکی که باعث کویری کردن منطقه میشه. اینا همه هست، یعنی اینا مواردی که ما ها میتونیم روش فکر کنیم و پیدا کنیم یک جریان درستی روی این قضیه ایجاد بکنیم و معترض بشیم باش. من قطع میکنم یا لای صحبتی هست در خدمت. ممنون. از آقای شفایی عزیز تفکری بفرمید. درود میفرستم خدمت شما. صدا من در جلسه هست؟ بله. بسیار عالی. دو نکته، یکی ادامه صحبت جناب شفایی محترم که درباره نسل کشی صحبت کردن، من میخوام برای پیروز و احتمال انقراضش بگم. حیوان کوچکی که نماد انقلاب 1401 و نماد به قولی کشور عزیزمون ایران، این یوز پلنگ رو سازمان محیط زیست ایران گفته دیگه نمیتونه براش هزینه بکنیم و باید آزادسازی بشه در عیاد وحش. در گوشه ای از صحبتاتون خواستید که نظر بدیم درباره اون حرکت قابل توجهی که جامعه جهانی نمیکنه. اول من در تمام سوشیال مدیا معترض بودم از روز اول که یک سری از خانوم ها در خارج این موهر رو میگرفتن یه قیچی بشن، میرفت توی تئاتر یه مجریش قیچی رو گرفته بود به زور میداد دست اینو میخندیدن یه قیچی میزن. این به بانوان سرزمین من از دید شخصی هم یک توهینه به انقلاب هم. همراه شدن قیچی کردن مون نیست. اگر ما بخوایم به سکوت جامعه جهانی بریم، میتونیم الان در سکوت خبری که این جام جهانی فوتبال قطر داره یه بک بزنیم. در 16 سال گذشته در تاریخ جام جهانی 10، 21 و 2 نفر از کارگران در ساخت ورزشگاه کشته شد.
در ساخت ورزشگاه‌های کشور قطر از روز اول سال 2010 تا الان که 12 سال طول کشیده 6500 کارگر کشته شد. این موثق دویچه وله صادر کرد. آقای انفانتینی رئیس فوتبال دیشب میاد میگه مشکل شما چیه؟ مشکل شما الکله؟ خب اونم نباشه. با اینکه با شرکت‌های بزرگ آبجوسازی و الکل‌سازی تو دنیا قطر قرارداد بسته، جام جهانی قرارداد بسته، خوردن الکل توی ورزشگاه را ممنوع کردن و جام جهانی سکوت کرد. گفتن بانوان شلوارک و دکابی که هیچ، باید شلوار و لباس بالای زانو نداشته باشن. جام جهانی سکوت کرده. جامعه جهانی کلن نونش تو سکوت. اسلحه ها فروش نمیده. اگر خاورمیانه در آرامش فرو بره، اگر جمهوری اسلامی نباشه، خاورمیانه و افغانستان کاری نداره. چون که اون که مشخصه عوامل کجاست. خاورمیانه در آرامش باشه، آلمان دیگه نمیتونه اسلحه بفروشه به عنوان بزرگترین فروشنده اسلحه دنیا. تشکر های تفکری. دوستان دیگه صحبتی ندارن؟ از آقای مصطفی گودرزی مجد میخوام که سخنشون رو در مورد زنان در انقلاب اخیر ایراد بفرمایید. بفرمایید گودرزی. آقای گودرزی ممنون میشم دستتون رو بالا کنین و بفرمایید. درود مجدد بر همه همکاران و بینندگان عزیز. فاجعه این انقلاب ایران رو به همه تسلیت میگم. امیدوارم که هرچه زودتر ملت ایران آزادیشون رو به دست بیارن و شاهد این کشتارا نباشیم. انقلاب زنان ایران با تمام ویژگی‌های امروزیش که برآمده از جامعه کنونی ایران است و بازتاب 14 گذشته، فهم کامل آن امکان پذیر نمی شود اگر مبارزه دیروز زن ایرانی را نادیده نگیریم و گذشته پرفراز و نشیب جنبش زنانمان را برای بهبود موفقیت و پرکشیدن جامعه اجتماعیشان به فراموشی بسپاریم. انقلاب زنان نامی است نهاده شده بر جنبش اعتراض مردمان ایران زمین در این روزهای پر از بیم و امید. سپس شکگیری اعتراض کشته شدن ژینا مهسا امینی بود که سبب شکگیری اعتراض کشته شدن ژینا امینی بود به دست ماموران گشت ارشاد اسلامی روز 25 شهریور 1401 در تهران. پایگیری اعتراض اما به هنگام خاکسپاری این دختر 22 ساله کرد رخ داد. روز 26 شهریور 1401 در آرامکده‌ای در شهر سقز، زادگاه ژینا، همانجا بود که شعار زن زندگی آزادی سر داده شد. زنان و مردانی که در جای جای میهن به خیابان‌ها آمدند تا خشم و کین انباشته شده خود را نسبت به این جنایت دولتی نشان دهند. حمله های وحشیانه نیروهای انتظامی به اعتراض کنندگان و راهپیمایان، پرتاب گاز اشک‌آور و حتی تیراندازی به سوی آنان که از همان روز 26 شهریور آغاز شد، نه تنها جنبش زن زندگی آزادی را پیشروی باز نداشت که شمار بیشتری از جوانان جان به لب رسیده وطن را به خیابان‌ها کشاند. کسانی که از استبداد لجام گسیخته دینی، خودکامگی، توکار نادرستی، پلیدی، فساد فراگیر، دزدی و دروغزنی جمهوری اسلامی به سطوح آمدند. نیروهای محرک جنبش دختران و زنان جوان ایران زمین بودند از هر قشر و طبقه اجتماعی. آنها با بیانی ساده و روشن بیزاری خود را از نظام زنستیز جمهوری اسلامی و حجاب اجباری به نمایش گذاشتند و نیز دلبستگی و باورشان را به ضرورت از میان برداشتن تبعیض بهره‌مند گشتن از حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن آزادی فردی. جنبش زن زندگی آزادی زمین ساز پشتیبانی از مردان، دانشجو و دانش آموزان و نیز تنگ دستان شهری از تکاپوی سیاسی اجتماعی شد
که ایران به خود ندیده بود. شعار اصلی این جنبش آزادی آزادی، مرگ بر دیکتاتور، جمهوری اسلامی نمیخوایم و غیره، نشانگر آن است که زن زندگی آزادی جمهوری اسلامی را دشمن میداند، که بر افتادن این حکومت ضد انسانی را میخواهد، که دیگرگونی بنیادین ساختار اقتصادی سیاسی فرهنگی کنونی را در سر میپراناند و برپایی نظمی نوین را که به آزادی و حقوق شهروندی برابری حقوق زن و مرد و سکولاریسم باور دارد و نسبت به پایمال شدن حقوق ملت‌ها و قوم‌های ایرانی حساس است. آرمان‌ها و خواسته‌های این جنبش حقوق مدنی، نقش برجسته زنان در پیشراندن آن، گستردگی و گوناگونی مردمانی از هر جای ایران به این جنبش پیوستند. ادامه کاری و ایستادگی در برابر سرکوب و بیرحمانه حکومت که با پاپس نگذاشتن هزاران تن را به بندها کشیده و صدها تن را کشته، حتی نوجوانان و دانش آموزان را، ابراز همدردی چهره‌های سرشناس جامعه هنری، ورزشی و عملی به پاخواستگان و آنها را از سرکوبگران حاکم، جنبش اعتراضی ایرانیان و ایرانیان تبعیدی و مهاجر را پدید آورد که در تاریخچه ایرانیان دور از وطن همانندی نداشته است. گردهمایی چند هزار نفری هفتگی در بسیاری از شهرهای اروپا و امریکای شمالی، انتشار خبرهای جنبش و تومارهای امضا برای پشتیبانی از خواسته های زن زندگی و آزادی، آفریده های هنری، شعر، موسیقی، نقاشی، ترانه و تئاتر و غیره که سوهایی از زندگی مبارزه مردمان ایران زمین را با جمهوری اسلامی بازتاب می دهد. پای جنبش اعتراض مردم ایران را به رسانه های مهم جهان کشاند. در اون مایه‌ای نوشته ها، عکس ها و ویدیوهای دختران جوان و زنان ایرانی بودند که حجاب از سر برگرفته و آن را به آتش می‌کشند، یا که بی‌حجاب فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهد. حضور چشمگیر زنان که ویژگی پیکار دموکراتیک کنونی مردمان ایران است، جایگاه برجسته زن ایرانی را در پیکار دموکراتیک جاری در کشور به جهانیان برنموده، وجدانهای بیدار را به رویارویی با جمهوری اسلامی کشانده و گفتمان زن زندگی آزادی را جهانگیر کرده است. از ترکیه تا افغانستان، از ایالات متحده تا استرالیا، از سوئد تا اسپانیا، از هند تا کره جنوبی و در یک کلام از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب کره زمین، بیشمار زنان و مردانی این که خود را در کنار زنان به پاخواسته ایرانی می‌بینند و با شور و شوق دلبستگیشان را با این جنبش بیمانند نمایان می‌سازند و نیز دلزدگیشان را از نظام واپسگرای بیدادگر حاکم بر ایران. این همه نمی‌تواند حکومت بحران زده جمهوری اسلامی و طبقه حاکم بر کشور را دلنگران و اندیشناک نسازد. اینجا و آنجا صدای مخالفا شنیده شده. 13 روز علی خامنه‌ای 13 روز سکوت پیشه کرد، چه بسا با امید اینکه نیروهای انتظامی، بسیجی ها و لباس شخصی ها بتوانند رهنمود سپاه پاسداران را برای سرکوب معترضین به اجرا بگذارند. اعتراض اما از میان برداشته نشد که بیش از پیش اوج گرفت. نشانهای ترس نیز در عناصری از طبقه حاکم آشکار شد. پس از 13 روز سکوت، خامنه‌ای در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری نیروی مسلح زبان به سخن گشود. او نیز همواره به سپاه پاسدارانش اصالت جنبش را به زیر سوال برد. آن را توطئه و برنامه خارجی دشمنان جلوه داد و یک جنگ هایبری نیز و بی‌شرمانه گفت. اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، بهانه دیگری را به وجود می آوردند تا امسال در اول مهر در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. من به صراحت میگویم این اغتشاش ها و ناامنی ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب جعلی صهیونیستی است، چیزی که همیشه تکراری متاسفانه و خامنه ای میاد اینو میگه، میندازه گردن رژیم صهیونیستی و آمریکا و اسرائیل و کار خود سپاه پاسداران میندازه گردن اینو. حرفایی که همیشه تکراری متاسفانه. انقلاب زنان با تمام ویژگی‌های امروزیش که برخواسته از جامعه کنونی ایران است
و بازتاب دههای گذشته 4 دهه گذشته فهم کامل آن امکان پذیر نمی‌شود اگر مبارزه دیروز زن ایرانی را نادیده نگیریم و گذشته پرفراز و نشیب جنبش زنانمان را برای بهبود موفقیت و پرکشیدن جایگاه اجتماعیشان به فراموشی بسپاریم. حتی اگر بیش از 100 سده پیکار زن ایرانی تجدیدخواه را به چیزی نگیریم و جنب و جوش نیروهای پیشرو جامعه را هم به کنار بگذاریم، نمیتوان 43 سال مقاومت و مبارزه علیه جهل و سیاهی را برای دستیابی به برابری و حقوق انسانی به یاد نیاوریم که زمینه و بستر جنبش ستایش انگیز کنونی است. جنبش پایداری که از خود آگاهی، بازاندیشی و خلاقیت در شکل دادن به شیوه های بیبهره نبوده. خیزش زنان در اسفند 1357 آغاز کنیم. انگیزه آن خیزش تاریخی نیز اجباری شدن حجاب اسلامی که واپسگرایان بنا داشتند بر همه زنان ایران تحمیل کنند. زنان حق‌خواه ایرانی که انقلاب بهمن را راهگشای رسیدن به برابری، آزادی و بهبود و موفقیتشان میپنداشتند، خیلی زود به جوهر زنستیز حکومت تازه و قدرت رسیده پی بردن و کمتر از 1 ماه پس از انقلاب به پا خواستن. آنچرا که پس از انقلاب مشروطیت به دست آورده بودن از دست ندهند. آنها دریافته بودند که حقوق هرچند ناکافیشان رفته رفته و 1 به 1 از آنها گرفته خواهد شد. شعار فراموش نشدنی ما انقلاب نکردیم تا عقب برگردیم نماد این خیزش 6 روزه است که در جریان آن زنان آگاهیشان را نسبت به پیوند ناگسستگی، برابری و آزادی نشان دادند. می جنگیم برای آزادی، نه روسری نه توسری، استقلال آزادی، در طلوع آزادی جای آزادی خالی و از جمله از این شعارها. شعارهایی است که در دل آن را پیمایی ها بود. بر این خیزش نیز نام انقلاب زنان گذاشته شد. از سوی ایرانیانی که فمینیست های جهان در طول هفته های انقلاب زنان 4 نفر از ما با آنها بودیم. نخستین انقلاب زنان ایران همبستگی و حمایت بین المللی فمینیست ها را در بخش های مهمی از جهان در پی داشت. من به نام همبستگی جهانی به ایران رفتم. این جمله را کیت، فمینیست نامدار آمریکایی و مبارز حقوق بشری، درباره سفرش در سال 1357 به ایران گفته است. او خیزش زنان را شورانگیزترین تجربه فعالیت‌های فمینیستی خود خواند. فمینیست‌های دیگر اروپایی و آمریکایی نیز در ستایش این خیزش سخن‌ها گفتند و مقاله‌ها نوشتند. آنها زنان ایران را آن برش زمانی سخنگوی تمام زنان جهان نامیدند و خیزش آنها را با شورش ملوانان کرانشات قیاس کردند. فمینیست های اروپایی و امریکایی بر این باور بودند که وقتی زنان ایران زنجیرهایشان را پاره کنند، همه زنان جهان که همراه آنها به پیش می روند. همبستگی با جنبش زنان ایران برای فمینیست های جهان نخستین نشانه همبستگی بین المللی زنان پنداشته شد. به رغم شور و شوق فمینیست های دیگر کشورها، در ایران خیزش 6 روزه اسفند 57 در متنی از بیتفاوتی جامعه فرا خوابید و را برای سیاست های تبعیض‌آمیز حکومت در زمینه قانون مدنی، جزایی، آموزش، حرفه و اساساً حضور زن در پهنای اجتماعی هموار شد. با سرکوب فراگیر دهه 1360 و گسترش خفقان، تشکل‌های علنی زنان نیز همچون سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی مخالف تار و مار شدند. اما ایستادگی و اعتراض زنان در برابر زن ستیزی حکومت خودکامه و تغییر جنس دوم هیچگاه سر به سر خاموش نشد. اعلام اعمال احکام شریعت اسلام، موقعیت فرودست زنان در جامعه پدر مردسالار، استوارتر از پیش ساخت. بی‌حقوقی زن توجیه شرعی یافت. در همه مکانهای عمومی، حتی در کوچه و خیابان، به اجرا گذاشته شد. زن از حق انتخاب پوشش خود محروم گشت و وادار به رعایت رسمی حجاب اسلامی. این هویداترین نماد زورگویی حاکمان واپسگرای خشم زنان وابسته به قشرها و طبقات گوناگون اجتماعی را برانگیخت و آنها را به مقاومت واداشت. از آنجا بود که گشت‌های کوچکی
و بزرگی گشت‌های کوچک و بزرگ سرکوب از امر به معروف و نهی از منکر گرفته تا خواهران زینب تا ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی یکی پس از دیگری به میدان آمدند و با برباد دادن ثروت ملی خیابان را صحنه پرخاشگری و تخت و تاز ماموران جلب استبداد به زنان سرکش و نافرمان ساختند. آزار و اذیت روزمرگی مردان و زنان به ویژه جوانان که از آزادی‌های فردی هم بی‌بهره شده بودند و از آن میان آزادی پوشش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت با دوستان و خویشاوندان، کلافگی و افسردگی نسل پیش از انقلاب را به همراه داشت که خواسته و ناخواسته در رویارویی با امت حزب الله روز را شب می‌رساندند. با گذر زمان ایستادگی و تن ندادن به قوانین زن ستیز و انسان ستیز شکل‌های گوناگونی به خود گرفت. بعد حجابی و کم حجابی رواج پیدا کرد. ایستادگی و اعتراض گاه فاجعه آفرید. هما دارابی چهره شناخته شده مبارزه سال 39 تا 42 پزشک و استاد دانشگاه که در سال 1369 به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی و شنوات اسلامی از کار برکنار شده بود به تاریخ 2 اسفند 1372 در اعتراض به تبعیض جنسی و اختناق حاکم بر کشور در میدان تجریش خود را با آتش کشید و درگذشت. سالهای میانی دهه 60 با وجود اختناق دامنگستر و ممنوعیت هر گونه فعالیت سازمانیافته مخالفان، محفلهای مخفی و نیمه مخفی زنان را شکل گرفت که بیشترشان ترکیبی بود از دوستان همدل. در این محفلها زنانی که تجربه انقلاب بهمن را بیش و کم همسان زیسته بودند به گپ و گفتگو درباره وضعیت جامعه می نشستند، با هم کتاب می خوانند، فیلم نگاه می کردند و 8 مارس روز جهانی زن را مخفیانه جشن می گرفتند. یکی از کارهای این محفل‌ها مطالعه نشریه و کتابایی بود که کنشگران حقوق زن و فمینیست‌های ایرانی در خارج از ایران به انتشار می‌رساندند. این بخش از فمینیست‌های ایرانی که بیشترشان برای جان به در بردن از تیغ جمهوری اسلامی در خارج پناهنده شده بودند، با کارهای پژوهشی و اکسیون‌های اعتراضی سهم مهمی در پیگیری مسئله زن و مبارزه زنان ایرانی در میان دیگراندیشان ایفا کردند. و بستر این تکاپو که با تداوم تبعیضی فزایند علیه زنان بود، مسئله زن یکی از بحران‌زاترین مسائل جامعه ما شد و گره کور جمهوری اسلامی گشت. پایان جنگ ایران و عراق دگرگونی ها را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور به همراه داشت. دوران سازندگی و سپس اصلاحات از سنگینی فضای فکری و فرهنگی جامعه کاست. خیزش دانشجویی در سال 1378 در شکست شدن جبه خفقان و تأثیر انکارناپذیری بر جای گذاشت. گشایش نسبی فضای رسانه‌ای، گسترش بی‌پیشینه فناوری مدرن در صنعت ارتباطات و پیدایش نشریات مجازی، خبررسانی و داد و ستد فکری را سهل‌تر از پیش ساخت. رفته رفته سازمان‌ها و گروه‌های زنان به پا گرفتن مرکز فرهنگی زنان، جمع هماندیشی زنان، جمع زنان ناشر و غیره، نشریه ها و کتابایی که به مسئله زن می پرداختن، افزایش چشمگیری یافتن. بزرگداشت 8 مارس به شکل گوناگونی فرصتی شد برای پافشاری زنان، برخواست برابری حقوقی. در دهه 80 چندین کارزار و کمپین برای حقوق برابری و قانون‌های علیه زنان به راه افتاد. قانونی همچون سنگسار و دفاع از حقوق ورود زنان به ورزشگاه و غیره. در این کمپین‌ها فمینیست‌های استاد طلب، سکولار و چه مسلمان توانستند تا حد چشمگیری فعالیت اجتماعی شماری از زنانی که خود را چپگرا می‌دانستند به این گونه فعالیت‌ها پیوستند. اگرچه کنشگری مستقل آنها بازتاب بیرونی چشمگیری نداشت، کنشگران دوره‌های سازندگی و اصلاحات به چارچوب‌های مجاز و جمهوری اسلامی خود را محدود می‌کردند و از پرداختن مسائل حساسیت برانگیز چون حقوق شهروندی، آزادی در انتخاب پوشش، به ویژه مخالفت با حجاب اجباری پرهیز داشتند. اما نقش آن
اما نقش آنها را در مسئله مطرح در تر مسئله زن و بردن آن به میان اقشار گسترده از جامعه نمیتوان نادیده گرفت. دوستان متن سخنرانی من خیلی زیاده ولی من همین جای جمع‌بندی میکنم که وقت دوستان عزیز رو نگیرم. 43 سال تجربه زندگی در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی اکثریت مردمان ایران زمین را به این نتیجه رساند که این نظام واپسگرا دستیابی به حقوق انسانی فرد شهروندان مستقل از جنسیت، ملیت، قومیت، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و فکریشان ممکن نیست. حتی به قول شروین حاجی‌پور آرزوی یک زندگی معمولی در این نظام ناهمزاد با زمان دست نیافتنی است. بسیار سپاسگزارم از اینکه ما رو تحمل کردید. سوال چیزی هست در خدمت؟ ممنون آقای مصطفی گودرزی مجد. دوستان همونطور که میدونیم مسائل بحرانزا توی کشور ما زیاد بودن که باعث این خیزش انقلابی شدن و بحرانزاترین مسئله ما مسئله زن بود، همونطور که اشاره فرمودن، و یه مسئله‌ای که اینجا خیلی به چشم میومد و حمایت گروه‌های فمینیستی بود که از جنبش زنان کردن. ولی خب اینجا جمهوری اسلامی اومد یه عکس العملی نشون داد و از این مسئله سوء استفاده کرد و یه سیاستی پیاده کرد و اومد گفت که این جنبش فقط یک جنبش فمینیستی جنسیه و زنان میخوان بیان ابزار کار رو دستشون بگیرن، حکومت رو دست بگیرن، مردا رو منزوی کنن، از اون ور بود بندازن. یک حرکت انتقام جویانه جنسی هست و به این ترتیب دوباره یه سیاست دیگر رو بر علیه همین زنها به کار ببره و بخواد سرکوب کنه نصف این جمعیت جنبش انقلابی رو. و متاسفانه بعضی ها اومدن فریب این حرف ها و این سیاست ها رو خوردن و یه سری جبهه ها گرفتن و حاشیه سازی ها یا متاسفانه کردن که به مراتب میبینیم بعضی جاها ظلم بیشتری هم برای زنها به وجود اومد، ولی با این حال زنها پیشمرگانه حضور داشتن توی جنبش های انقلابی ما. دوستان اگه اظهار نظری در مورد صحبت دوستمون و صحبت های ما دارن لطفا بفرمایید. خانم سیمین بفرمایید لطفا. از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دوستان عزیز و بزرگوار. من در ادامه صحبت‌های آقای گودرزی می‌خواستم به این مسئله اشاره کنم که جنبش زنان خیلی حالا از سال 57 به طور کلی به این شکل نبوده. ما حتی در زمان‌های قدیمی‌تر جایی که نهضت تنباکو رو ما توی دوره قاجار داریم و اگه حضور پررنگ زنان توی نهضت تنباکو نبود هیچ وقت این نهضت به سرانجام نمی‌رسید. و نکته مهمتر این که الان در دوره حاضر نسلی که داره در واقع علمدار این مبارزات سیاسی و زنانه شده بچه های نسلی هستند، دهه 50 و 60 هستند که به طرز وحشیانه‌ای از طرف رژیم سرکوب شدن، سانسور شدن در تمامی زمینه ها. و اون نسل با آگاهی که در واقع داشت با و وقتی که زیر یک فشار اینچنینی قرار داشت یاد گرفت که به فرزندان خودش آزادگی و ایستادگی رو آموزش بده و این اتفاق الان می‌بینیم که برای نسل جدید ما داره میفته. اما مهمترین مسئله این هستش که همون زنان این روزها همدوشه همین بچه هاشون بتونن بیستند و این بتونن این انقلاب را پیش ببرند. این به نظر من بی نهایت اهمیت داره. جایی که احساسات مادرانه رو یک مقدار رقیق تر کنیم و به مسائل عمیق تر نگاه کنیم. و در ادامه صحبتی که شما فرمودید، بله متاسفانه وقتی که رژیم میاد از حجاب و آزادی و روسری در واقع این سطح بالای خواسته های مردمی رو اینقدر تنزل میده و فقط به درواژه حجاب محدودش میکنه که زنان ما از دنبال برهنگی و مسائل اینچنینی هستند، باز به نظر من خیلی بهتر هست این مسئولیت ما زنها رو در این انقلاب در واقع پررنگتر میکنه
که ما بتونیم مفاهیم ارزشمندتر و بزرگتری مثل آزادی، مثل برابری ها و تمام نقض قوانینی که در حقوق زنها اجرا شده رو بتونیم به نمایش بذاریم. ممنونم از شما که مایک رو در اختیار من قرار دادید. تشکر میکنم از شما خانم سیمین. درسته همین نسل دهه 50 و 60 بودن که با آموزش خوب فرزندانشون و روشن آگاه سازی و شفافیت موضوعها براشون باعث شدن این جنبش نقش بسزایی در ایجاد این جنبش انقلابی داشتن. آقای تفکری لطفاً بفرمایید. بازم درود میفرستم خدمت عزیزان. عرضم به حضورتون که انقلاب زنان و جناب گودرزی، من صحبت‌های شما و جناب گودرزی در سوشیال مدیا در اخبار دیدیم، خیلی زیبا بود، دلنوشته شما بود. خدمتتون دیدم که بگم که نقش بچه‌های انقلاب شورش 57 در این انقلاب جدید، والا تمام اوقات ما پر شده بود در 8 ماه گذشته این بازنشسته ها همش تو خیابون بود، جلو مجلس بود. 3 ماه تعطیلی، این 2 ماه چند ماه تعطیلی آموزش پرورش، همش جلو این در آموزش پرورش بودن، میگفتن این پول ما رو بدی، چرا یکسان سازی نمی کنی؟ بازنشسته ها میگفتن چرا معوقات ما رو نمیدید؟ الان کجا؟ موقع که اونا نباشن این جوونا هر کاری بکنن اینا میگن نه شما میخواید لخت بشید. ما هیچ نسلی نداریم که اینا رو تربیت کرده باشه، اینا خودشون تربیت شدن. ما دهه 50 الان تو خیابون نداریم. رنج میانگین سنی 23-24، ما دهه 50 نداریم، دهه 60 هم خیلی کم میشه، دهه 40 که اونا که شورش 50 نیستن. پس ما این نتیجه رو خود من میگیرم، به هیچ کس کاری ندارم، این نظر خود منه، این نتیجه رو میگیرم که مشکلشون همون مغز کوچیکشونه. این با مشکلشون نون بود، نه حق. این سال 88 که مشکلشون رأی بود نه حق. 10 سال گذشت، مشکل آبان 98 شد حق، از رأی اومد حق، بچه ها آگاه شدن. مشکل نسل قدیم هم نونه نه حق. اینا هنوز تو همون ماجرا هستن. اگر این بازنشسته ها فکر میکنم که نفری 5 میلیون باز بریزن، یه تونمایی برداریم بریم شمال لبه دریا، بلشون کن بازه. تو صدا تو فیلم ها میبینیم جوانه داره فیلم میگیره، دیشب یه فیلم دیدم، دختره میگه بذار من برم تو خیابون، مامانش میگه بل کن اینا یه ذره چیز شدن، این جوان ها جوگیر شدن. همون نسل هم دیگه، بچه 22 سالشه 20 سالشه میخواد بره چی؟ مامانه که بچه دار شده نهایت 20 ساله، مامانه 40 سالشه، دهه 50 60 40، هیچ نقشی ندارن. اینا خودشون بزرگ شدن، تو تربیتشون هیچ نداشتن. من به شخصه تو تربیت دخترم هیچ نقشی نداشتم. دختر من کف تهران مشت میزنه، زن زندگی آزادی رو داده مدیر و مدرسهش اخراج شد. تمام. این نظر شخصی. متشکرم. نظرتون محترم آقای تفکری، ولی خب به هر حال نظر من بیشتر مسئلهشون ترسه، چون چیزای بیشتری مخصوصا فرزنداشون رو برای از دست دادن دارن. خانم منصوره صادقی بفرمایید. سلام و درود. من یه مقدار مخالف آقای تفکری هستم، چون من خودم یک دبیر بازنشسته هستم و الان توی کالان شورای صنفی معلمان و میبینم چقدر تلاش میکنن، بازنشسته همونو چقدر دارن میگیرن،
معلمامون رو چقدر دارن دستگیر میکنن و تو اون چند سالی که خودم کار کردم، نه دخترم نه خودم هیچ موقع در برابر هیچ صحبت هاشون توی دولت یا توی آموزش و پرورش ما کوتاه نمی اومدیم و همیشه مشکل داشتیم با این مسئله. اینکه ما قانع هستیم نمیدونم بریم حالا یه قوطی کنسرو بگیریم و اینا، این فکر میکنم یه توهین بزرگیه به تمام معلمین و معلمین بازنشسته مخصوصا، چون ما عمرمون رو گذاشتیم و واقعا ناراحتم که همچین حرفی شنیدم، چون من خودم به شخصه هیچ موقع در هیچ مرحله نه خودم نه دخترم کوتاه نمی اومدیم و اگر جایی صحبتی نمی کردیم به خاطر ترس از جان خودم و خانوادم بوده و همینطور همکارای خودم رو می دیدم که چقدر اذیت میشن و چقدرشون رو به زور بازنشسته کردن و از کار اخراج کردن. متاسفم. بله ممنون. به هر حال یه مسئله جزئی رو نمیشه به یه قانون کلی و تمام افراد جامعه تعمیم داد. خانم سیمین زودتر دستشون رو بالا کردن، لطفاً بفرمایید. خیلی متشکرم که مجدد مایک رو در اختیار من قرار دادید. من برعکس خانم محترمی که الان فرمودن یه ذره نه، به طور کامل مخالف آقای نظر آقای تفکری هستم. این حرف اساسا اشتباهه که بچه های این نسل ما تربیت شده یه چیزی نیستن. نسل ما نمیتونیم یه نسل رو از تو کنسرو در بیاریم بگیم این یه نسل شسته رفته است، از تو کنسرو در آوردیم. بفرمایید خدمت شما، همه ماها تابع یک سری تعالیمی هستیم، آموزه‌هایی هستیم و فرزندان امروز ما که تو خیابون‌ها هستن تربیت شده اساتید، معلمان آزاده و همچنین خانواده‌هایی هستند که یاد گرفتند که به بچه‌هاشون یاد بدن چطور آزادی بیان داشته باشن، یاد گرفتند که چطور به بچه‌هاشون یاد بدن که به راحتی عقاید خودشون رو بیان کنن و یاد گرفتند که چطور به بچه‌هاشون یاد بدن در مقابل زور سرشون رو خم نکنن. به همین دلیل عمیقاً برای این باور هستم که واقعا این نسل جسوری که الان ما داریم تو خیابون میبینیم، علاوه بر این که ما خیلی وقتا خیلی جاها هم داریم پدر و مادرها رو همگام بچه ها میبینیم، اگرچه خب به هر حال جامعه ما جامعه ای هستش که نسل جوون به هر حال پرشورترن راحتتر می... متاسفانه صداشون قطع شد دوستان، صدای ایشون رو ندارم. فکر میکنم مشکل اینترنت داشتن. آقای تفکری از شما میخوام که صحبت بفرمایید. بفرمایید آقای تفکری. خب من به دلیل اینکه زیاد کشش ندم، اولا اقلیت و اکثریت داریم در هر موردی. یک نفر رفته شرکت کرده نظرش چیز دیگه بوده، ولی اون تعدادی که ما در جنبش های گذشته می دیدیم وقتی که بچه ها کف خیابون نبودن خیلی زیاد. حالا تو این فیلم ها معدود، حالا 50 نفر می بینیم، 100 نفر می بینیم، در هر فیلمی 1 نفر می بینیم، 2 نفر می بینیم که شرکت کرده هم پاشون. حتی در مورد ما فعالین حقوق بشر هم یه سری هستن هنوز میخوان آگاهی رسانی بکنن، یه سری هستن اومدن تو میدون. در مورد صحبت اون بانوی همکار خانم صادقی فکر میکنم ما قصد توهین به شما رو نداشتیم. اقلیت و اکثریت ده. حرف من در مورد مدرسه های باز، حرف من در مورد اون مدیر و ناظم و معلمی که بچه ها رو کتک میزن، ما همه رو نگفتیم. حتی کسایی هستم که تصویرشون بسته است، یه سری هستن تصویرشون بازه.
کسی رو داشتیم تو ایران بود، الان اینجاست. تو ایران هم تصویرش باز بود اینجا. ما همه نمیرزیم توی کاسه. اما چون که این روند مسئول جلسه ایو که دیگه خاتمش میدن این وسط، این سوال رو من دارم. آیا اون تعدادی که اومدن برای اون جنبش های بازنشستگی اونجور حرفا و فرهنگی ها اینا، خب الان کجا؟ بچه ها جونشون کف دستشونه. ما بگیم جونمون میترسیم، ما بگیم فلان، ما بگیم بیسار، حرف من اینه. ولی با سر اون حرفم هستم. اینا تربیت شده های خودشونه، اینا تربیت شده های آگاهی رسانی هست. ممنون. ممنون از شما. تفکری به هر حال اقتضای سنی هر گروه سنی فرق میکنه، عکس العملش و طریقه اعتراضش. اونا میمدن با تجمعشون اعتراض میکردن، بچه های امروز زبون جمهوری اسلامی رو فهمیدن و با خشونت و با زبون خودشون باشون صحبت میکنن. هر کسی عکس العملی داره و نمیشه گفت که اونا هیچ کاری نکردن، نمیکنن و الان روششون نیست، روش دیگه ای دارن. نه، اگر دوستان صحبتی ندارن میریم سراغ خانم زهرا یزدی هاشمی. به سخنرانی ایشون در مورد بررسی مواضع سلبریتی ها در اعتراضات اخیره. بفرمایید خانم یزدی هاشمی. خانم یزدی هاشمی دستتون رو بالا کنید لطفا. خانم هاشمی، همکاران گرامی، امیدوارم که صدای منو داشته باشید. بله بله بفهم. با اجازتون شروع میکنم. بررسی مواضع سلبریتی ها در اعتراضات اخیر. با توجه به اینکه ایران یک کشور محافظه‌کار است، همیشه زمینه های نارضایتی در آن فراهم بوده و دچار فضای ملتهب سیاسی بوده است و چندین اعتراضات گسترده و تاریخی را نیز پشت سر گذاشته است. اما سلبریتی ها در کجای این اعتراضات بودند؟ درباره اهالی هنر حداقل می توان گفت هیچ کجای اعتراضات گذشته آنها حضور پررنگی نداشته یا اظهار نظر صریحی نکردند. اما چرا همواره آنها از اظهار نظر سیاسی می ترسیدند و ترجیح می دادند تا نظراتشان را در آثارشان بروز دهند؟ به عنوان مثال می توانیم به فیلمسازان ایرانی اشاره کنیم. کارگردانان بین المللی ما معمولاً فاخری ساختند که فارغ از جوایز با ارزش، درکش برای عوام بسیار سخت بوده و یا اصلا امکان اکران آنها در کشور وجود نداشته است. همین هم باعث می شد که رژیم ایران هم به صورت مستقیم به آنها ضربه نزند. این فیلمسازان هرگز به صورت صریح دلیل سکوت سیاسی خود را بیان نکردند، اما از رفتار آنها می توان به علت این سکوت تاریخی پی برد. عباس کیارستمی که همواره یک چهره شناخته شده بین‌المللی بوده و به راحتی زمینه دریافت بودجه فیلم‌هایش را در هر کشوری داشته، بارها اعتراف کرده که اگر نتواند روزی به ایران بیاید، دیگر نمی‌تواند فیلمی بسازد. او می‌گفت که برای ساخت یک فیلمی خوب از جامعه ایران نمی‌توان با اتکا به اخبار و رسانه به مشکلات مردم و کاراکتر در حال تغییر آنها پی برد. البته بلکه هنرمند باید در جامعه حضور مستمر داشته باشد. همین اعتراف برای ما روشن می کند که چرا او موضع سیاسیش را هرگز صریح بیان نمی کرده است. بهرام بیضایی که اسطوره ماندگار سینما و تئاتر ایران است، سالها پیش بار سیاسیش را هرگز صریح بیان نمی کرده. سالها بیش بار سفر بست و تا در جایی دیگر به تولید آثار هنریش ادامه دهد. اما خیلی زود
پشیمان می شود و دوباره به ایران باز می گردد. چه بسیار کارگردانان و بازیگران بزرگی داشته ایم که پس از ترک ایران یا دیگر نبوغ هنریشان خشکید و خانه نشین شدند و یا آثار کم کیفیت و ضعیفی به معرض نمایش گذاشتند. همین ها کافی بود که رژیم بدون تهدید و فشار هنرمندان ایرانی را در چنگال خود نگه دارد و آنها را وادار به سکوت کند و چقدر هم در این زمینه موفق بوده است. تکلیف سلبریتی های ملی که اعتبار بین المللی نداشتند و وابسته به تولیدات داخلی بودند روشن بود. آنها تنها به حضور مستمر خود در عرصه هنر و درآمد هنگفتشان که می توانست یک شبه بولد شود فکر می کردن. اما چه شد که این بار سلبریتی ها پشت مردم معترض ایستادند؟ همه چیز از علی کریمی شروع شد. فوتبالیستی که سالها پیش به طرزی جادویی در دل همه مردم برای خود جا باز کرد و محبوب قلب همه ایرانیان شد. پس از کشته شدن مهسا امینی هیچ کس فکر نمی کرد که این اعتراضات قرار است ماها به طول بیانجامد و برخلاف دفعات گذشته جوانانی معترضان جنگجو و جان بر کف پا بر خیابان ها بگذارند که شعارهای مصالحت جویانه را به کنار گذاشته و تنها بر سقوط رژیم آخوندی پافشاری کنند. با این حساب علی کریمی خطر را به جان خرید و به دور از میانه روی با لحنی صریح رژیم را مورد انتقاد قرار داد و به حمایت از معترضان پرداخت. معترضان چه در فضای مجازی و چه در خیابان‌ها از علی کریمی حمایت می‌کردند و پیدا بود که او جایگاهی تازه برای نامش پیدا کرده، جایگاهی به مراتب بلندتر و محبوب‌تر از جایگاه ورزشیش. یقیناً روزی که ایران آزاد شود، نام او در کتاب‌های تاریخ معاصر مدرسه ها بارها خواهیم دید. اما همه اینها باعث وسوسه سلبریتی ها و پیوستن آنها به اعتراضات نشد، بلکه این ترس آنها بود که باعث پشتیبانی از معترضان شد. با چندین هفته اعتراض مستمر، مردم در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و شجاعت غیر قابل تصور جوانان دهه 80 ایران، همه فهمیدند که این بار دیگر با یک اعتراض مقطعی و قابل سرکوب مواجه نیستند و قرار است چیزی تغییر کنند. حالا سکوت سلبریتی ها برایشان ترسناکتر و پرهزینه تر از حرف زدنشان شده بود. آنها می دانستند که هر لحظه امکان وقوع یک انقلاب در ایران وجود خواهد داشت و آن وقت خیلی دیر برای حرف زدن است. آنها می دانستن که آن زمان دیگر آنها به چهره منفور و ترسو در تاریخ ایران بدل می شوند که دیگر فارغ از جایگاه هنریشان باید خانه نشین شوند. شاید بتوان از کتایون ریاهی به عنوان اولین هنرمند شناخته شده که صریحاً به حمایت از معترضان پرداخت نام برد. او با کشف حجاب آب پاکی بر روی دست همگان ریخت و جایی برای میانه روی یا بازگشتش به آغوش حکومت باقی نگذاشت. رژیم ایران بار بودن او سعی کرد که باعث ترس دیگر سلبریتی ها شود، اما یکی یکی هنرمندان دیگر هم جای پای او گذاشتند و به صف معترضان پیوستند، تا جایی که سلبریتی های حکومتی هم به پشتیبانی از معترضان پرداخت. یکی از آنها اصغر فرهادی بود که تصمیم گرفت این لکه ننگ را از دمانش پاک کند و نامش را تطهیر کند. حمایت چهره‌های سلبریتی از چند لحاظ مهم است. از آنجایی که همیشه رژیم ایران معترضان را اغتشاشگر و بیگانه معرفی کرده است، وجود چهره‌های شناخته شده مانع انکار مردمی بودن و گستردگی اعتراضات می شود. از طرفی خود معترضان هم متوجه تأثیر عینی و ملموس اعتراضات خود شده و با روحیه مضاعف و به صورت مستمر در اعتراضات حضور می یابند. از آنجایی که سلبریتی های چهره‌های شناخته شده ای هستند، رژیم نمیتواند به سادگی آنها را زندانی یا حذف کند و یا در جامعه بین المللی منکر وجود اعتراضات مردمی بشود. هرچند که هنوز هم این کارها را کم و بیش انجام میدهد، اما کم کم کار به جایی میرسد که ادامهش تنها باعث خنده و حماقت
آنها خواهد شد. از طرفی بسیاری از مردمی که با وجود تنفرشان از رژیم سکوت کردند، حالا اندک اندک به صف معترضان می پیوندند. چرا که با وجود سلبریتی ها در صف معترضان، اعتراضات جنبه رسمی پیدا کرده و به عرف تبدیل می شود. همونطور که حالا فریادهای شبانه مرگ بر دیکتاتور از داخل خانه ها به عرف تبدیل شده است. از طرفی با حذف یا کنارگیری چهره های سلبریتی از زمینه های فعالیتشان، روز به روز رژیم منزوی تر و بی اعتبار تر از گذشته می شود و به صورت عینی مردم یکدیگر را متحد و مصمم برای یک انقلاب می بینند. خوشبختانه این اتفاق هر روز بیشتر از قبل رخ می دهد و ورزشکاران و مجریان تلویزیون با کنارگیری از جایگاهشان به صف معترضان می پیوندند. از سوی دیگر رژیم امکان استفاده از چهره های سلبریتی برای دروغ پراکنی را نمی یابد یا فراتر از آن نمی تواند دست به تطهیر جنایات خود بزند. مهران رجبی تنها بازیگری بود که در این اعتراضات به مردم و جوانان جان بر کف خیانت کرد. بر فرض محال اگر این اعتراضات سرکوب شود، او برای مدت طولانی نمی تواند از لابیگری در صدا و سیما و سینما نفع ببرد، چرا که تنفر مردم باعث دیده نشدن کل پروژه خواهد شد. تحریم یک پارچه مردم بر علیه شرکت میهن آب پاکی را بر دست همه اصناف و همینطور سلبریتی ها ریخته، تا جایی که دیگر شهاب حسینی و پرویز پرستویی هم حاضر به حمایت از این رژیم نیستند. سلبریتی هایی که خارج از کشور هستند هم با قدرت در کنار معترضان به خیابان ها آمدند و دست از بازگشت به ایران شستند و در کنار مردم تنفر خود از رژیم را ابراز می کنند. که از آن میان می توان به پگاه آهنگرانی اشاره کرد. از همین روز که رژیم مانع خروج سلبریتی ها از کشور می شود، سلبریتی ها می توانند به اعتراضات مردم وجه قانونی دهند و مانع نادیده گرفتن و انکار خواسته های مردم شوند. از آن گذشته آنها می توانند نماینده راستین مردم در جوامع بین المللی باشند و صدای آنها را به گوش جهانیان برسانند. هرچند که سلبریتی های بیگانه زودتر از این بیمسئولیتی آنها را کشیده بودن، جور این بیمسئولیتی اونها را کشیده بودن و در واقع در این زمینه ما هیچ نیازی به سلبریتی های کشورمان نداشتیم. وقتی هنرمندان تراز اول دنیا با چند صد میلیون فالوئر به نمایندگی از دختران ایرانی فریاد می زنند که دیگر نیازی به سلبریتی های ایرانی با یک یا دو میلیون فالوئر نداریم، من فکر می کنم که این جوانان شجاع در هر صورت موفق به سقوط یا ساقط کردن این رژیم دیکتاتوری می شوند، اما با کمک سلبریتی ها این اتفاق سریعتر و با هزینه کمتر خواهد افتاد. به امید آزادی ایران. ممنون خانم یزدی هاشمی، تشکر، اشارات بسیار مفیدی بود. دقیقا به هیچ عنوان نمیتونیم منکر تاثیر سلبریتی ها روی جنبش انقلابی اخیر بشیم و به وضوح مشخصه که چه تأثیری روی مردم داشتن و چه تأثیر خوبی روی معترضان، شفاف سازی اطلاع رسانی و فراخوان هایی که دادن که باعث شد جنبه رسمی اعتراضات و جنبش های انقلابی پیدا کنه و عرف تلقی بشه و همینطور باعث شدن فریاد اعتراض در معترضان نهادینه بشه و هر کسی به نوعی به هر روشی که خودش بلده اعتراضش رو نشون بده، حالا یا با خرید نکردن از کشور به شرکت‌های خاصی یا بستن مغازه‌هاشون و نوعاً با نرفتن سر کار. از دوستان میخوام اگه نظری در این مورد دارن لطفاً بفرمایید. دوستان صحبتی ندارن؟ از آقای تورج تفکری اردبیلی به عنوان آخرین سخنرانمون میخوام که در مورد ساختار اطلاعاتی و بازداشتگاه های مخفی در ایران صحبت بفرمایید. بفرمایید آقای تفکری. سپاسگزارم از دوستان. ممنونم. یه تشکر ویژه هم دارم از خانم
ابتهی عزیز بابت نظری که نوشتم، دقیقا همون فکر رو من رو توی چت نوشتم. همونطور که گفتن تفکری هستم، تورج تفکری، فعال حقوق بشر، مستندساز و خبرنگار آزاد. خدمتتون عرض کنم که اول از همه ببخشید، برخلاف اجراهای قبلم، شروعهای قبلم، کمیشه از یزدان پاک شروع میکردم. این بار میگم به نام خدای رنگین کمان. آغوش رایگان و کمی نان برای من. دین و حجاب و حوزه و ایمان برای تو. تهران و زاهدان و مریوان برای من. قدس و عراق و غزه و لبنان برای تو. یک زندگی ساده دنیا برای من. باغ و باغ بهشت و روزه رضوان برای تو. هم حوریان ارحم و رحمان از آن تو، هم آتش جهنم و شیطان برای تو. تحصیل علم و دود و چراغش برای من، تا شش کلاس درس دبستان برای تو. شعر و شعور متن گلستان برای من، جشن و سرور و کاخ گلستان برای تو. رقص و ترانه خوانی نیکا برای من، از آنم. اشک فلان و نوحه بهمان برای تو. هر واژه 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 شروین برای من. متن خزعبلاتی کیهان برای تو. جغرافیای کوچک ایران برای من. مشرق زمین و مابقی آن برای تو. اینم تقدیم کردیم به جمهوری فاسد اسلام. و اما سخنرانی امروز، ساختار اطلاعاتی سپاه پاسداران یا و صحبت‌های در مورد خانه‌های مخفی سپاه پاسداران یا همان بازداشتگاه‌ها، به قولی خانه‌های امن سپاه. اما ما برای آگاهی از چنین مکان‌های اول باید گریزی کوتاه بزنیم به ساختار اطلاعاتی سپاه انقلاب اسلامی. در این ارگان برخلاف ظاهر بیشتر گزینه‌ها و ورودیه ها از بطن جامعه صورت، یعنی بسیج مستصفان، یعنی محلات، سیستمی کاملا مویرگی و بسیار حساب شده و دقیق. این سیستم گزینش و بررسی های روانی خودش رو بر روی فرزندان این آب و خاک که در سنین بین 7 تا 10 سال هستن آغاز میکن. کودکان در این سنین عاشق بازی و دست زدن به اسلحه و لباس نظامی هستند. که این سیستم مویرگی از همین نکته تا این لحظه سود سرشار و بسیار بزرگی بود. حال کمی موشکافی میکنیم از طبقه بندی سیستماتیک سپاه پاسداران از خرد تا کلان. هر مسجد در هر محلات دارای یک پایگاه بسیج. هر 10 الی 15 پایگاه بسیج مستضعفان تبدیل میشه به یک حوزه مقاومت بسیج. البته باید بگم ما بسیج کارگری، بسیج دانش آموزی، بسیج اصناف رو هم داریم. تبدیل میشه به یک حوزه مقاومت بسیج. در این حوزه ها به کودکان و نوجوانان آموزش هایی داده میشه، مثل روش کار با سلاح قناصه، راگانوف، کلاشنیکوف، مسلسل دوشگاه، کلت کمری،
نارنجک دستی و سلاح آرپیجی و چاشنی های مختلف انفجار. این آموزش ها به طور مثال در پایتخت ایران تهران در اردوگاهی به نام اردوگاه قدس که در کوههای وردآورد شهر کرج هستش انجام میشه. همچنین آموزش مقابله و کنترل جنگ های خیابونی یا جنگ ها و مبارزات تن به تن به طور مبتدی و حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای دوره راپل و نام این کار نظام حاکم بر ایران و سپاه پاسداران چیزی نیست به جز کودک سربازی و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق کودکان. نام حقوق کودکان اومد باید یادی کنیم از بانو آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان که همینک در تبعید و در زندان لاکان رشت عمر گرانبهاشون بود می گذارد. یک حوزه بسیج شامل میشه از یک سیستم اداری کاملا برنامه‌ریزی شده که همیشه چند کادر رسمی سپاه با عنوان پاسدار وظیفه در اون مشغول به فعالیت و خدمت است. هر 10 حوزه مقاومت بسیج تبدیل میشه به یک ناحیه، مثل ناحیه مقاومت بسیج غرب تهران مقدار. هر شهر بزرگ تقریبا تشکیل میشه از 4 ناحیه که همه این نواحی زیر مجموعه سپاه اون شهر است. به عنوان مثال میتونیم از سپاه محمد رسول الله نام ببریم که برای شهر تهران هستش. لازم به ذکره که هر حوزه مقاومت بسیج تشکیل میشه از یک گردان ویژه از زهرا که وابسته به لشکر 10 سید و شهدا است و 2 گردان عاشورا و زینب که تفاوت این 2 گردان به زنانه و مردانه بودنش. به جز استفاده از این گردان های عاشورا در موقع اعتراضات مردم و خیابان ها یک سیستم دیگه هم در بطن بسیج وجود داره به نام سازمان اطلاعات بسیج مستضعفین که مستقیما زیر نظر سازمان اطلاع سپاه پاسداران کار میکنه. این سیستم که متشکل شده از تعداد زیادی مأمور اطلاعاتی کوچک و بزرگ و یا به زبان عامیانه مخبر یا همون آدم فروش، کار این مخبرها فقط گوش دادن و مخابره کردن. هر مخبر دارای یک کد اطلاعاتی 6 تا 10 رقمی هستش که به وسیله اون گزارشات خودش رو چه از طریق مکاتبه و چه از طریق تلفنی ارسال میکنه. مزد این مخبرها چیست؟ سهمیه دانشگاه، سهمیه استخدام اداره های دولتی به عنوان کادر حراست برای مخبری و سرکوب های احتمالی، کسری خدمت سربازی از 1 ماه تا 6 ماه، البته اونایی که در سپاه پاسداران خدمت میکنه. پس سپاه مریدان خودش رو از این سیستم انتخاب میکنه و اگر از کودکی در این سیستم نباشی هیچ وقت نمیتونی که وارد دانشکده امام حسین سپاه بشی. خانه های امن سپاه پاسداران از همون اوایل شروع به کار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران وجود داشت و میتونیم از اولین آدم ربایی که به وسیله ماموران اطلاعاتی سپاه که در خانه های امن مشغول به فعالیت هستند از پسر آیت الله طالقانی نام ببریم. جایگاه سازمانی خانه های امن سپاه پاسداران در زیر شاخه های سازمان اطلاعات موازی هستش. کل این مجموعه را از بیرون نگاه بکنید بهش میگن سپاه، ولی بری داخلش با این چیزا مواجه میشی. سازمان اطلاعات موازی هستش.
این سازمان پس از سال 1378 و افشای ماجراهای قتل‌های زنجیره‌ای و لو رفتن بخش معروف به گروه‌های خودسر وزارت اطلاعات راه اندازی شد. هدف از طرح تشکیل سازمان اطلاعات موازی جلوگیری از لو رفتن برنامه‌ها و عملیاتی نظیر قتل‌های زنجیره‌ای به صورت تشکیلاتی بیرون از نظارت مجلس و دولت و زیر نظر شخص رهبر یا سپاست. این طرح با پیشنهاد ستم از سرداران سپاه با نامهای عبدالله زیغمی معروف مشفق، مسعود صدرالاسلام فرمانده اطلاعات ناجا و حسن محقق و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ارائه شد. اما این بار خامنه‌ای زیرکانه اداره این سازمان رو زیر نظر شخص رهبر رو رد کرد، پیشنهادش رو، اما گفت فکر خوبی است ولی به صورت بخش بخش اداره شد. بخش بخش یعنی همون مثال معروف انگلیسی که میگه تفرقه بنداز و حکومت کن. پس از این توصیه خامنه‌ای بود که سازمان اطلاعات موازی به صورت بخش بخش داره. هر بخش به صورت مستقل تحت نظر نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و بیت رهبری قرار و سازمان اطلاعاتی خاص خودشون. این سازمان ها به طور مستقل عمل و به دلیل عدم اعتماد یا رقابت با هم ارتباط ندارد. سازمان اطلاعاتی ارتباط ندارد. ببخشید. فعالیت های سازمان اطلاعات موازی که خانه های امر رو در زیر نظر و اختیار خودش داره بر چهار بازو تمرکز داره: سازمان اطلاعاتی، بازوی قضایی، پول و رسانه. در بخش استفاده از رسانه هم میتونیم اشاره کنیم به پروژه ساخت سریال گاندوی 1 و 2 توسط سازمان اطلاعات سپاه که گوشه هایی از آدم ربایی ها و خانه های امن سپاه پاسداران را برای ایجاد وحشت و قدرت نمایی نشوند. سازمان اطلاعات موازی از 5 معاونت تشکیل شده که عبارتند از معاونت عملیات روانی سپاه، اداره کاربردی یا کارآمدی، اداره یا شبکه رصد مجازی، ستاد مردمی و سازمان برنامه. علاوه بر معاونت عملیات روانی، مرکز دیگری به نام شبکه ایوم تحت نظر و دستور مستقیم شخص رهبر امور اطلاعاتی و امنیتی می‌پردازد. ایوم بیش از آن که شبکه امنیتی و نظامی باشه به منظور کسب اطلاعات مستقیم و نزدیک به خود رهبر ایجاد شد. در واقع همچنان که از نام اون برمیان چشم و گوش رهبر. نیروهای این شبکه از کف مانند کوچه و بازار و نیروهای بسیجی تا افرادی به نام مخبر در ادارات و دولت تا شبکه هایی چون ستادهای بسیج در نهادها رو در بر. گزارش این ستادها و مخبرها در شبکه ایون جمع‌آوری میشه و به صورت جامع به رهبر ارائه میشه. این شبکه همه گونه اطلاعات از اختلاس در دستگاه ها تا نام کسانی که با ولایت فقیه مخالف هستند رو گردآوری میشه. با شروع اعتراضات سال 1388 و 89 بازداشتی ها بدون مجوز به اوج خودش رسید. مقصد این بازداشت شدگان جایی نبود به جز خانه های امن سپاه پاسداران. کسانی به این بازداشتگاه ها وارد می شوند از اقشار گوناگون مانند فعالین حقوق بشر، مدنی و منتقدین نظام و رهبر. روباینده شده ها مثل افراد دوتابعیتی که توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه به منظور اخاذی از دیگر کشورها رو میشه. میتوانیم نام دومی برای این خانه ها انتخاب کنیم و به نظر من نام پایان زندگی برازنده این بازداشت هاست. ورودی های این خانه ها
تماماً بدون مجوز بازداشت است و در هیچ کجا نامی از اونها برده نشد و در دستگاه قضایی هم نام اونها ثبت نشد. دلیل بینامی اونها اینه که اگر شخص مورد نظر در زیر شکنجه کشته شد، هیچ کدام از دستگاه های مربوطه مجبور به پاسخگویی نباشد. بازداشتی های این چنینی اغلب یا به صورت غافلگیری فرد انجام میشه و یا به صورت مسئولیت قضایی و بیهوشی. سلول های تحفیه شده در این خونه های معروف هستند به سلول های 50x50 یا 50x40. سلول های 50x50 به صورتی ساخته شدند که فرد فقط میتونه توش بیسته و سلول های 50x40 فرد زندانی فقط میتونه مانند یک جسم کوچک یا اگر به کسی توهین نمیشه مثل یک لیوان در اون مچاله بشه و نسلا نمیتونه تکون بخوره. هر دوی این سلول ها مجهز به سیستم کنترل هوای سرد و گرم و برق فشار ضعیف به منظور شکنجه مداوم فرد است. باید اضافه کنم که علاوه بر این شکنجه های مداوم، شکنجه هایی هم به صورت روزانه صورت میگیره، مانند غرق شدن مصنوعی و تجاوز. در شکنجه غرق شدن مصنوعی فرد روی تخت و یا سکوی سنگی میخوابونن و دست ها و پاهای اون رو محکم میبند. یک کیسه پارچه‌ای روی صورتش میکشن و شلنگ آب رو روی صورتش باز میکنن. فرد مورد شکنجه باز میکنن و بارها تا مرز خفگی این کار رو انجام میدن. برای شکنجه دادن به صورت روانی هم در مواردی به خانواده شخص در مقابل چشمان فرد بازداشت شده تجاوز جنسی صورت می‌گیرد. و برای مثال از سروان حسینزاده میتونیم یاد کنیم که در سال 88 به دلیل نافرمانی از شلیک مستقیم بازداشت شد و در خانه های امن سپاه به خودش و خانوادهش تجاوز و بعد هر سه کشته شدند و هیچ نشانی هم ازشون نمی‌ماند و شایعه پراکنده شد که عوامل خارجی او و خانوادهش رو روبوده و سرنویس کرد. بازداشت شده هایی که زیر شکنجه به قتل میرسن چگونه باید خاک بشن؟ چجوری اسمشون مطرح میشه؟ یا سوزانده میشن و یا جسد اونها در مخزن اسید نابود میشه. کسانی که نظام تشخیص میده که باید از بین برن بیشتر به دو روش خاص بقرار میرسن. یکی اتاق گاز سودو هستش و دیگری روش کیسه وکیل، که هر دو روش باعث زجر کشیدن و خفگی در چندین دقیقه میشه. البته باید بگم که و در آخر لازم میدونم خدمت همراهان عزیز و فهیم خودم عرض کنم که بنده در این سخنرانی از خاطرات شخصی خودم در 45 روز زندگی در سلول های 40x50 استفاده کردم و از پروردگار یکتا میخوام که راه هیچ انسانی رو به خونه های امن سپاه پاسداران ختم نکنم. در پایان سخنرانی باید یادی کنم از شهید راه وطن آقای حسین شیرازی پور. دیروز صبح به قتل رسیدن در شیراز، متولد 63، در قبرستان کوشن شیراز. نامی هنوز در خبرگزاری و بیرون نیامد. با دو گلوله کشته شده، یکی به سر یکی به قلب. میخوان جاش بزنن جای شهیدا و ویسی هم برای رو فرستادن که گفتن 200 میلیون تومان باید بدید تا در قسمت شهدا خاک بشه. یاد و خاطرشون جاویدان. پاینده ایران. ممنون آقای تورج تفکری اردبیلی. بله، خباست حکومت کودک کش جمهوری اسلامی برای همه به وضوح روشن شده و همچنین مردم ایران و تمام دنیا اینو به همه وجودشون درک کردن. دوستان اگه اظهار نظری دارن، اگر صحبتی دارن لطفا بفرمایید.
خب میریم سراغ قسمت آخر برنامه‌مون، تظاهرات آبان 98، بحث آزاد تظاهرات آبان 98. دوستان، از شامگاه جمعه 24 آبان 98 در پی اعلام افزایش قیمت بنزین این تظاهرات شروع شد و تا 28 آبان 98 ما با حدود 1500 کشته در 190 شهر ایران روبرو شدیم که یکی از تلخ‌ترین بقایای و اتفاقات بعد از جمهوری اسلامی بود که رقم خورده شد. بیشک دوباره با تعداد اعتراضات آبانهای متوالی پایان جمهوری اسلامی رو رقم خواهیم زد. همانطور که دیدین، وحدت و همت و اتحاد مردم در این مدت، مخصوصا در سه روز آبان 1401 که مصادف با کشتار آبان 98 بود، بی‌نظیر بود. با بستن مغازه ها، با تظاهرات ها، و این پیام واضح مردم رو آگاه و روشن دولت شنید که دیگه حقه ها و فریب هاشون رو، فریب های جمهوری اسلامی اونا رو گمراه نمی کنه. و این آبان با آبان قبلی فرق داره و قرار نیست تموم بشه و هدف مشخصه: حسب دیکتاتوری و سرنگونی جمهوری اسلامی. دوستان، آبان 98 علاوه بر اعتراضات مردمی، به نظر من یه سری خرابکاری ها و تخریب هایی بود که به نظر می اومد از جنبش مردم، از جنس مردم عادی نبود. البته این نظر شخصی منه، با این حالی که من خودم توی تظاهرات بودم و از نزدیک اینو رمز کردم، این نظر شخصی منه، بطن تظاهرات بودم و اینو دیدم. و یه سری مسائلی بود که به نظر پیش بینی شده و از قبل آماده شده بود و یه سری حرکت‌های تاکتیکی و حرفه‌ای بود که از مردم عادی بر نمی اومد. من میخوام نظرات شما رو در مورد کلن آبان، تظاهرات آبان 98 یه سری صحبت‌های اینطوری که شده بشنوم. یه سری ها این عملا رو به گروه‌های سیاسی حکومتی بسیجی این اعمال خرابکارانه رو دادن که قصد ارعاب و وحشت مردم رو داشتن و یه دلیل محکم برای سرکوبی سنگین این جنبش اعتراضی و قتل عام میخواستن. یه سری هم میگن که نه، این گروه های ضد جمهوری اسلامی بودن که منتظر فرصت بودن و آماده بودن. یه سری هم میگن سازمان سیاسی آمریکا بودن، سازمان سیای آمریکا بوده که دست داشته. میخوام بدونم که دوستان نظرشون در این مورد چیه و آیا فکر میکنن که این اتفاقات آبان 98 تأثیری روی اتفاقاتی که در حال حاضر داره میفته، جنبش انقلابی که در حال حاضر داره انجام میشه، داشته و یا نه، آیا سمت و سوی به اون داده، آیا باعث آگاهی و حرفه‌ای عمل کردن معترضان شده یا نه، آیا تأثیری روی اتحاد و همبستگی مردم داشته یا نه، و در آخر آیا به نظر شما سردار سلیمانی که در اتفاقات وقایع و کشتار فجیع آبان 98 به نظر شما نقشی داشته یا نداشته، آیا حسب اون به عنوان، اگر داشته، حسب اون به عنوان یکی از پایه‌های حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌ای به موفقیت آمیز بودن این جریانات انقلابی به نظر شما کمکی کرده یا نه؟ دوستان اگه صحبتی دارن در مورد بحث آزاد آبان 98 لطفاً بفرمایند. و صحبت‌های من بفرمایید آقای عربی. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران گرامی. در خصوص اعتراضات آبان 98 باید بگم که خب درست اولش به عنوان اعتراضاتی شروع شد که در مورد گرونی بنزین بود، ولی آقای تفکری هم توی صحبتاشون فرمودن که مردم به اون آگاهی رسیدن. نمیشه گفت حالا به خاطر گرونی بنزین، ولی خب مردم به اون آگاهی رسیده بودن و تمام اون ظلم و ستم هایی که بهشون شده بود به نوعی در خیابان فریاد می زدن، اعتراض می کردن، تجمع می کردن. و هر چقدر جلوتر رفتیم، حتی آبان امسال می دونیم که این آگاهی خیلی بیشتر شده، طوری شده که اکثر جوان ها، اکثر دهه 80 ها میشه گفت یه جورایی شدن پایه این اعتراضات امسال. و همه و همه میشه گفت فقط به خاطر اون آگاهیه که مردم بهش رسیدن. این متولدین 80 یه جورایی دست جمهوری اسلامی رو خوندن، فهمیدن که چه جوری باید باهاش مقابله کنن و از چه روشی میتونن جلوی جمهوری اسلامی وایسن. و من امیدوارم که هر چه زودتر به اون نتیجه دلخواهی که میخوام برسن و ایران آزاد بشه. ممنونم از شما که مایکو در اختیار من قرار دادید. دوستان دیگه هستن که صحبتی داشته باشن؟ دستشون رو بالا کنن دوستان اگه صحبتی دارن.
بله بفرمایید لطفا، مایک برای شما آزاده. پروین محمدی. عرض درود به همه. من فقط یه صحبت کوچیک داشتم، اینکه تظاهرات سال 98 به نظر من ما درسته که ما خیلی خب اون موقع هم خیلی مردم جان خودشون رو از دست دادن، اما به نظر من اون زمان ما، یا بهتر بگم اون زمان فقط ما میخواستیم یه جورایی شرایط رو بهتر کنیم. فرق الان با زمان 98 به نظر من اینه که ما کلن همه ایران میخواد کل نظام رو از بین ببره و این به نظر من باعث شاید بهتر از سال 98 داره عمل میکنه و امیدوارم که هرچه زودتر ما به این هدف برسیم. بله دقیقا، این کاملا مشهود و مشخصه که مردم سرنگونی جمهوری اسلامی رو میخوان و با آبان 98 این تفاوت فاحشو داره. دوستان دیگه اگه صحبتی دارن لطفا بفرمایید، دستشون رو بالا کنن. دوستان تو بحث آزاد شرکت کنین، اظهار نظر کنین. مسائل زیادی برای صحبت هست توی آبان 98. اگر دوستان صحبتی ندارن پایان جلسه رو اعلام میکنیم. ممنون از همه دوستان که توی جلسه امروز شرکت کردن و اظهار نظر کردن. از سخنرانان محترم تشکر میکنم، از کسانی که صحبت کردن و نظرات خودشون رو دادن. در ساعت 14:04 ختم جلسه